به نام خدا. سلام، به اپیزود 34 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسیه و در این برنامه میخوایم انسان رو با دیدگاه دین اسلام بررسی بکنیم و برای این کار از قرآن کمک میگیریم. حدیث معروفی هست که میگه هر کس خودش رو بشناسه خدای خودش رو شناخته، و دیدگاه دینی از اینجا شروع میشه که برای شناخت خداوند که مهمترین مفهوم دینی هست، باید از خودشناسی و از راه خودشناسی وارد شد. چرا که خداوند در قرآن میفرماید من نشانه هایی درون انسان قرار دادم که با اون نشانه ها بتونه من رو بشناسه. بنابراین اگر ما اون نشانه ها رو درون خودمون پیدا بکنیم، میتونیم از اون راه به خداشناسی هم برسیم به عنوان یک انسان مؤمن دین مدار. آیه مربوط به این نکته آیه 53 سوره فصلت هستش. به زودی نشانه های خود را در افقهای گوناگون و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا بر ایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟ پس با توجه به این آیه ما متوجه میشیم که نه تنها در خود ما، بلکه در جهانی هم که درش زندگی میکنیم نشانه هایی وجود داره که ما میتونیم با شناخت اونها به شناخت خداوند نائل بشیم. خب این موضوع در مورد اهمیت خودشناسی بود. حالا بریم راجع به خود انسان در قرآن صحبت بکنیم. آیات زیادی در قرآن هست در مورد آفرینش انسان که چطور این آفرینش رخ داده و مراحلش چیه. من در این مورد آیات زیادی رو پیدا کردم، اما تعدادی از اونها رو کنار هم گذاشتم تا یک مرحله مشخصی از پیدایش انسان رو برای شما بتونم توضیح بدم. اولین آیه، آیه 5 سوره حج هستش. در قسمتی از این آیه میفرماید ما شما را از خاک آفریدیم سپس از نطفه. و در آیات 7 تا 9 سوره سجده میفرماید او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بیقدر آفرید. سپس اندام او را موزون ساخت و از روح خیش در وی دمید و برای شما گوش و چشم و دلها قرار داد، اما کمتر شکر نعمتهای او را به جا می آورید. خب از این آیات میتونیم نتیجه بگیریم که آدم و حوا از خاک آفریده شدند و نسل آدم و حوا که همه انسانها باشند از نطفه. نکته بعدی در آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون هستش. خداوند در این آیات دقیقاً گفته که انسان چطور به وجود میاد، که این مطلب با مطالب علمی روز مطابقت داره. و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم و آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم، و آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره، و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر استخوانها گوشت پوشاندیم. پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودیم. آفرین بر خدای که بهترین آفرینندگان است. خب در این آیات فهمیدیم که به صورت کامل انسان چگونه به وجود اومده و دقت این اطلاعات و مطابقت قسمتیش با مطالب علمی بسیار شگفت انگیزه. خب در آخر آیه میفرماید خلقتی دیگر انشاء نمودیم. اینجا منظور چیه؟ در آیه 29 سوره هجر میفرماید پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید. یعنی آخرین مرحله اینه که بعد از اینکه مراحل جسمانی رو ما گذروندیم، خداوند از روح خودش در ما دمیده. خب حالا می‌خوایم بدونیم که این روح چیه. در آیه 85 سوره اسراء می‌فرماید درباره روح از تو می‌پرسند، بگو روح از امر الهی است و به شما جز دانش اندکی عطا نشده است. ما اینجا متوجه میشیم که اصل وجود ما اون چیزیه که ما درباره‌اش خیلی نمیتونیم بدونیم، و تمام تلاش من در سلفی کست اینه که ما این اندک دانش خودمون رو بتونیم یه مقدار کمی گسترش بدیم و بفهمیم که این قسمت از وجود ما واقعاً چی هست. در این مورد بعضی از فلاسفه اسلامی گفتن که روح همون نفسه، و برخی دیگرشون با استناد به آیات دیگری گفتن روح نمیتونه همون نفس باشه. نفس در قرآن به سه معنی به کار رفته. یکی به معنای جان. در آیه 11 سوره صف می‌فرماید در راه خدا با مال و جانتان جهاد می کنید. معنای دیگه‌ای که برای نفس در نظر گرفته میشه شخص یا فرد هستش. در آیه 286 سوره بقره می فرماید خدا بر هیچ کس جز به قدر تواناییش تکلیف نمی کند.
و آخرین معنی معنای شخص و نهاده که برای نفس در نظر گرفته میشه. در آیه 53 سوره یوسف میفرماید چرا که نفس قطعاً به بدی امر میکند. و این معنی سوم همون معنیه که در علم و نفس به کار میبرند. و در این مورد ما در اپیزود دوم و سوم صحبت کردیم و هیچ کدوم از این معانی رو ما نمیتونیم با روح یکی در نظر بگیریم، اما این معنی سوم که در علم و نفس هم در موردش صحبت میشد قرابت معنایی بیشتری با روح داره و در کل باز به همون نتیجه‌ای میرسیم که خود قرآن میفرماید شما اطلاعات کمی در مورد روح خواهید داشت. در مورد جایگاه و مقام انسان خداوند در قسمتی از آیه 30 سوره بقره میفرماید در زمین خلیفه ای خواهم گذاشت، یعنی انسان رو به مقام خلیفت اللهی معرفی میکنه. اما در آیه 179 سوره اعراف میفرماید و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم، دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمیکنند و چشمانی دارند که با آنها نمیبینند و گوشهایی دارند که با آنها نمیشنوند. آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند، آنها همان غافلانند. از این آیات میتونیم متوجه بشیم که انسان میتونه به بالاترین مقام که خلیفت اللهیه برسه و میتونه پایین تر از حتی چهارپایان و حیوانات قرار بگیره و این به انتخابهایی که میکنه بستگی داره و این انتخابها از اختیار انسان نشأت میگیره. یعنی ما میتونیم انتخاب کنیم که خلیفت الله باشیم و میتونیم هم انتخاب بکنیم از چهارپایان هم پایین تر قرار بگیریم. آیات و نکات بسیاری در قرآن وجود داره که من پیشنهاد میکنم به عنوان یک محقق سراغ قرآن حتما برید، سوای این که شما به عنوان یک کتاب الهی و آسمانی بهش نگاه میکنید. و دوستانی هم که اعتقادی ندارن میتونن به عنوان یک محقق به این کتاب مراجعه بکنن. ما در این برنامه به این نکات بسنده میکنیم، امیدوارم که به جنبندی خوبی رسیده باشید از دیدگاه دینی نسبت به انسان و این مطالب براتون مفید بوده باشه. ما در اپیزود بعدی یک جنبندی از این 34 اپیزود خواهیم داشت و مسیری که در ادامه میخواییم در سلفی کست دنبال بکنیم رو یه مقداری معرفی میکنیم. طبق معمول ازتون میخوام که ما رو حمایت بکنید، کانال یوتیوب رو دنبال بکنید و منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.